از قسمت آخر مقاله 53 فدرالیست رو نگاه میکنیم. مدیسون راجع به انتخابات دو سال به دو سال گفت، گفتش که این خیلی برای کشور ما عاقلانه تره. دلایل مختلفش رو گفت و یه چیز دیگه هم که مطرح میکنه: A few of the members, as happens in all such assemblies, will possess superior talents, will by frequent re-elections become members of long standing, will be thoroughly masters of the public business, and perhaps not unwilling to avail themselves of those advantages. The greater the portion of the new members and the less information of the bulk of the members, the more apt will they be to fall into the snares that may be laid for them. پس میگه یه چیز خوب دیگه هم که احتمال داره با انتخابات دو سال به دو سال اتفاق بیفته اینه که بعضی از این نماینده ها میرن و کسایی هستن که خیرخواهن، کارشون درسته و شماها دو مرتبه انتخابشون میکنید، میبینید که اینا این معلوماتشون زیاد شده و خیلی عاقلانه تر احتمال داره احتمالاً در مورد موارد مختلف خب فکر میکنن و نظر میدن و همون جوری هم سر وقتش رأی که میدن رأیشون خیلی عاقلانه است و با تجربه که داشتن راجع به مسائل به صلاح شما خواهد بود. البته آقای مدیسون و اینا این زمان رو نگاه نکرده بود که الان دیگه با این برنامه های لابیگری و اینا، این با پول زیادی که خرج میشه برای انتخابات و اینا چجوری احتمال داره، البته دیده بوده ولی فکر نمیکرد اینجوری احتمالا فساد به بدنه کنگره آمریکا، فساد درش پخش بشه. حالا اینو بعدا ما راجبش صحبت میکنیم، الان فقط داریم راجب مقاله های فدرالیست صحبت میکنیم. فقط نمیخواستم شما فکر بکنید که آدم به به و چه چه میگه. من گفتم بارها مقاله های فدرالیست الفبای زبان فدرالیزمه و بارها هم گفتم که این الفبا هم میتونه باش جملات و کتاب های زیبا بنویسه و عقاید زیبا پخش بکنه و میدونه چیزای عقاید کثیف و پست و همون جوری که در جنوب آمریکا در قبل از جنگ داخلیشون اتفاق افتاد. اینا یواش یواش در جنوب آمریکا بعد از اون نسل اول انقلابی دیگه یواش یواش گفتن آقا این فدرالیسم و ما معنیش اینه که ما باید بردهداری شو، شما کسی به ما فضولی نکنه در کار ما، بردهداری باید داشته باشیم و اینا. که میگم اونام فدرالیست رو میخوندن ولی طور دیگه معنیش رو نگاه میکردن. خب حالا همین مقاله 53 هم میگه بعضی وقتا معلومات اینا که میره بالا به صلاح مردم آمریکا خواهد بود، چون رأی که میدن به طور چیزای درست حسابی رأی میدن. از اون ورم برمیگرده میگه بعضی وقتا اگر انتخابات یه سال به یه سال باشه و یه وقتی یه نماینده پاشو از گلیمش بذاره بیرون و قانون شکنی اینا بکنه، احتمال داره به خاطر این فاصله‌ای که هست، به خاطر این مسافتی که هست، به خاطر این کندی که خبر از یه ایالت به ایالت دیگه میره، یه وقتی دیدی این فساد کار فاسدانه این نماینده، یه وقتی دیدی طول کشید تا مردم راجبش خبردار شدن ازش.
حالا اون وقت شما نماینده انتخاب کردی برای یه سال، یه دفعه 6 ماه طول میکشه تا یه خبری بهت برسه که نمایندت قانون شکنه، فاسده، فلان و اینا، و یه سیکل نمایندگی تو از دست دادی، یعنی کسی رو نداری که اونجا برای ایالتت صحبت بکنه. این قضیه رو میشه دو طرفش رو نگاه کرد، ولی اینجا مدیسون یه اشارهی بهش میکنه دیگه، چون میخواد یادآوری بکنه. مردم اون زمان میدونستن مسافت ها چی جوریه، چقدر مشکل از اینجا به اونجا رفتن، چقدر مشکله که مثلا یه اتفاقی رو که توی ایالت نیویورک بیفته بعضی وقتا یه هفته، دو هفته، سه هفته طول میکشید تا این خبر به ایالت های جنوبی برسه. میگه این چیزها رو در نظر داشته باشید که اگه انتخاباتون یه ساله باشه، یه وقتی احتمال داره تا بیاید با خودتون بجنبید و بفهمید این نمایندتون خرابکاری داره میکنه، یه سال گذشته و شما یه سال انگار اصلا نماینده نداشتید تو کنگره آمریکا. در صورتی که اون طرف قضیه رو نگاه بکنید به صلاحتونه. پس امیدوارم که این مقاله ها رو وقتی که شما دیگه به اینا گوش میدید و اینا، یه مؤسسه یا یه خیرخواهی اومده دو سه نفر حرفه‌ای رو انتخاب کرده و گذاشته این مقاله ها رو قشنگ بخونن توی استودیویی که صدا خوب باشه، شما بتونید واژه ها رو قشنگ آشنا بشید به صداشو، و بعدش هم یه شرحهای درست حسابی بتونن برای هر مقاله بدن، که من میدونم این 100% در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، چون الان متاسفانه مردم دنیا مخصوصا آمریکایی‌ها پول و سر برای خیلی چیزهای بیخود خیلی هدر میدن، ولی یه همچین چیزی رو که بایستین الان که دولت آمریکایی دولت درست حسابی بود یا نماینده های درست حسابی بودن، چجور فقط همین چند سال پیش مادن یه دفعه یادشون افتاد بذارید سپتامبر 17 رو بکنیم روز قانون اساسی. ولی متاسفانه از اون روز به بعد نشستن بگن که بابا بذارید ما کلی پول توی این جنگ و اینا هدر میدیم اصلا هر روز، ولی نمیبدن مثلا روی این چیزای درست حسابیشون یه ذره پول خرج بکنن که برای کسایی که بخون بیشینن و خوب عمیق به این کار دولتی آمریکا آشنا بشن، یه ذره پول سر اینو خرج بکنن. البته من انشالله با امید پروردگار شخصا خودم شاید نماینده بشم که اینو عوض بکنم، نه نماینده تو مجلس آمریکا، ولی این کاری که میکنم شاید اینا رو بیدار بکنم. فعلا با اجازه.